درود رفقا، آرش آرتفروشان هستم با یک جلسه دیگه آموزش گیتار و آواز به صورت رایگان. بچه‌ها یه شاهکار امروز میخوام بهتون یاد بدم و یه اجرای خیلی باحالی هم میخوام ازش بهتون یاد بدم. این اجرا رو واقعا با جون و دل تمرین کنین، چون یه اجراییه که هر جا بزنید دور و وریاتون مطمئنن کف و سوت و هورا به قول معروف براتون میزنن و خیلی باحاله، خیلی باحاله. آهنگ شکار ابی ساخته استاد شمعی زاده، یه کار خیلی خیلی قشنگیه بچه ها و نحوه اجراش از خودش مهمتره. با گیتار میشه خیلی روش خلاقیت به خرج داد و من توی یه جلسه طولانی که امیدوارم با دقت شماها نگاه کنین تمرین کنین، میخوام یه اجرای خیلی خاص بهتون یاد بدم که این اجرا رو خودم براتون تنظیمش کردم که اینجوری اجراش کنید. ملودیشو بهتون یاد میدم، یه پاساژ خیلی خوشگل وسطش داره بهتون یاد میدم و فراز و نشیبایی که داره. فقط اینکه بچه‌ها من این آهنگو دو گام اورجینال قرار بهتون یاد بدم و به خانم‌ها پیشنهاد میکنم که یه باربند رو فرت 2/3 ببندن و دقیقاً همین رو اجرا کنن. آقایون هم بهشون پیشنهاد میکنم که یا تو این گام یا اگه میخوان کارو ببرن عقب، خوبی ملودیش اینه که تو این فرتای 5 به بعد داره نواخته میشه. مثلا اگه خواستین آکورد ری مینور دیگه، درسته من ری مینور اینجا میگیرم از قصد براتون اجرا میکنم، آموزش میدم. برای چی؟ برای اینکه شما بدونید مثلا اگه یه آقایی داره میخونه اینو، این براش این لحظه ای که میگه دل تنگم اینجا براش بالاست، اوکی میگه آرش من ری مینور نمیخونم، سی مینور میخونم، دل تنگم اومد پایین. میبینید ملودی هم میاد اینجا اجرا میشه، حواستون باشه. یعنی مثلا اگه ری مینورمون 1 2 3 فرت اومده عقب، تمام ملودی پاساژ هر چی که اجرا میکنیم 3 فرت میاد عقب، حواستون باشه. بچه بیشتر میخواین در این مورد یاد بگیرین، کلاس های آهنگسازی من تو کانال یوتیوب حتما ببینید. بریم سراغ ادامه. ملودیمون دو بخش داره بچه ها. بخش اول ملودی خود آهنگی که میخوام بهتون یاد بدم، یه بخش هم پاساژ میخوام بهتون یاد بدم. دوتا رو خوب نگاه کنین یاد بگیریم بچه ها. ببینید ملودی از فرت 5 سیم 3 با انگشت 3، چرا؟ چون میخوام گلیس کنم بیام رو فرت 7، انگشت یکم بیاد سر جاش، یعنی رو فرت 5. پس ما پوزیسیون 5 گیتاریم، فرت 5 گیتاریم، که برای بچه هایی که مثلا میخوان عقبتر یا جلوتر شروع کنن یادتون باشه این پوزیسیون عوض میشه. یه بار دیگه میزنم، یه گلیس میکنم، ببین همه سر جاشونن به جز اینجا که یه جهش داریم، دوباره برمیگردیم. اینجا هم که داره فرق میزنیم، میچسبونیم به اینجا، گلیس میکنیم، میایم عقب تا جایی که میخوایم آکوردمون رو بگیریم. حالا یا این رمینور وقتی رسید یا این رمینور وقتی رسید، فرق نداره، ما گلیسمون رو تا ته میریم. مثلا یه جا ولش میکنیم دیگه، مثلا مدلش این شکلی خوشگله. یه بار دیگه ذره تندتر ملودی رو بزنم واسه تون بچه ها. به همین سادگی. بریم حالا سراغ پاساژ بچه ها. پاساژمون چجوریه؟ از این چی که گرفتیم وقتی فودیز ماژور رو گرفتیم داریم میخونیم، اینو موقع اجرا بهتون یاد میدم دقیقا کجای آهنگه. همونجوری که داریم میخونیم یه ریتم که تموم شد سریع نگاه کنید، این انگشتا اینجا دیگه، اینو میذاریم رو سیم 3 شروع میکنیم. اینجا دو تا نوت تو آهنگ اصلی میذاریم، من دو تا نوت رو بعد از این حذف کردم. چرا؟ میخوام یه کار خوشگل تر بهتون یاد بدم. بیاین رو فرت 10 سیم 6 یه ضربه بزنین، بکشینش عقب تا آکورد دو ماژور، یا این دو ماژور یا این دو ماژور فرقی نداره، خوشگل تر میشه. نگاه یه لحظه داری میخونی، وای میسی میگی دل تنگم، میری رو خوندن. این حرکته مخصوص گیتاره، تا میتونین ازش استفاده کنیم. مثلا یه سازی مثل پیانو گلیساندو این شکلی نداره، شما از این گلیساندو خیلی میتونین روی گیتار استفاده های خوشگلی بکنید. یه نمونهش این بود که من بتونم روز یاد دادم. بریم سراغ اجرا. شروع میکنیم بچه ها از فرت، گفتم 5 رو 7 سیم 3 گلیس میکنم. اینجا میتونیم به جای این کامل این ستا رو بگیریم، به پری مقا بعد هم فست بی که منم وست کنیم به این آکورد. وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت، داشت هنوزم بره هاشو میلیسید،
من یه بیت میتونم اجرا کنم چون یوتیوب کپی رایت میزنه. وقتی رسید قلبی هنوز تپش داشت، اما اونم چشمه ای بود که خشکید. یه اتفاق خیلی مهم بهتون بگم، سرضرب شروع نمیشه ها، یه چنگی بعد از ضربه. نگاه، وقتی رسید، یعنی این شروع نمیشه، این شروع میشه. وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت هنوزم بره هاشو میریسید. با این دوتا آکورد هم میشه. وقتی رسید قلبی هنوز تپش داشت، اما اونم چشمه ای بود که خشکید. وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت هنوزم بره هاشو میریسید. اینجا موقع پاساژ است. دل تنگم از این بینا، دل تنگم بعد وایستم اینجا. دل تنگ از این سایا. اینجا میتونیم یه استوپ بکنیم، من به خاطر اجبار، شما نه، شما سلیقه‌ای. بعد دوباره از اینجا. بودار بالای کو پناه جون قوچه، تفنگ تو میغره که زندگی چه پوچه. و ادامه. این پاساژی که زدم و یه جای دیگه هم میتونین استفاده کنینش. دوباره در انتهای این ورس دوم، جایی که میخوایم وارد کوراس بشیم، میتونین دوباره اون پاساژ استفاده کنیم. خیلی هم خوشگله. بچه ها این ورس، کوراس، اینا رو که من براتون توضیح دادم، ولی کلن در مورد فلسفه این گام و آکوردها میخواییم بیشتر بدونین، کانال یوتیوب من آموزش آهنگسازی ما حتما ببینید، خیلی کمکتون میکنه. خیلی هاتون میدونم هنوز جدیش نگرفتین، ولی جدیش بگیرین، یه لذتی هم اون برای قضیه است. خب بچه ها، یه مطلب دیگه که میخوام بهتون بگم اینه که اگه خواستین واقعا من این آهنگو کامل براتون اجرا کنم و ببینید، تو کامنت ها بهم بگین، حتما سعی میکنم اجرا کنم چون خودم دوست دارم اجرا کنم، و تو پیج اینستاگرامم براتون بذارمش. دمتون گرم، موفق باشید.